بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، با برنامه کنکاش در حضورتون هستیم. 12 روز از آغاز جنگ آمریکا و انگلیس در عراق گذشته، اما هنوز خبری از پیشروی یا تحرک عمده در جبهه های داخلی عراق به دست ما نرسیده و این برخلاف خبرهایی است که در روزهای اول جنگ از رسانه های مختلف آمریکایی و انگلیسی پخش میشد. خاطرم هست سال 1991 زمانی که نیروهای آمریکایی و انگلیسی در کویت نیروهای عراقی را تعقیب میکردند، خانم تاچر نخست وزیر اسبق انگلیس در مجلس عوام گفت که امریکا از یک برتری استراتژیک برخوردار بود و آن وجود شبکه تلویزیونی CNN. خب در آن روز فقط یک شبکه تلویزیونی CNN داشتیم، اما بعد شبکه‌های تلویزیونی دیگری مثل خود BBC World Service، دویچه وله، یورو نیوز، بسیاری شبکه ها به وجود آمد، به طوری که امروز 12 سال بعد در جنگ عراق آقای تونی بلر نخست وزیر امروز انگلیس از نحوه عملکرد BBC در پخش اخبار به صورت 24 ساعته انتقاد کرده و گفته است که این نوع پرداخت به جنگ موجب پیچیده تر شدن عملیات نظامی آمریکا و انگلیس میشه. در عوض سردبیر اخبار مربوط در BBC دولت بلر و شخص آقای بلر رو متهم کرده که از هر کس که سعی میکنه خبرهای جامعه تری از اوضاع عراق بده به عنوان طرفدار صدام یا مخالف آمریکا و انگلیس یاد میکنن. در هر حال جنگ رسانه‌ای، جنگ اطلاع رسانی خیلی پیچیده تر از گذشته داره عمل میکنه. از طرف دیگه رسانه های عراق هم به صورت کاملا فنی از سانسور ویژه خودشون نحوه اطلاع رسانی دارن استفاده میکنن و به هر حال در یک جنگ رسانه‌ای قرار گرفتیم که یک مفسر آمریکایی از جنگ جاری در عراق به عنوان جنگی که مهمترین سلاح اون جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای است یاد کرده. به هر حال در این مبارزه، در این نحوه پوشش خبر، فراموش نکردیم که 12 روز پیش صحبت از فتح بصره، فتح فاف، فتح ام القصر، مرگ صدام، تسلیم شدن جنرال های عراقی، بسیاری خبرهای دیگه انتشار پیدا میکرد که همه نقشه براب شد و دروغ از کار در اومد. چگونه است این نحوه عملکرد رسانه‌ای در جنگ امروز در عراق که موضوع امروز برنامه ماست؟ بیننده برنامه ما باشید. میهمان برنامه آقای دکتر عباسی، استاد محترم دانشگاه استراتژیست، کارشناس مسائل بین المللی، که تشکر میکنم از حضورشون. آقای دکتر عباسی و دوستانشون از عبارتی استفاده میکنن، البته نه امروز، به طور کلی، به نام میدیا تروریسم. حالا من بحث رو روی همین محور پیش ببرم. خیلی متشکر از حضورتون. خواهش میکنم. متشکرم. ممنون. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه در شرق و غرب کره زمین. از تهران برفی یک سلامی رو عرض میکنیم خدمت این هموطنامون. امیدواریم که انشالله شب خوبی رو آغاز کرده باشن در غرب کره زمین و روز خوبی رو در شرق کره زمین. بله، البته برفی هست هوای تهران، ولی خیلی هوای پاک و تمیز و خوبیست. جناب آقای دکتر عباسی، در این جنگ جاری در عراق قطعا عملکرد رسانه ها خیلی قابل توجه است و بعدها منشأ تحلیل های بسیار قرار خواهد گرفت. بفرمایید که جایگاه رسانه ها از انواع مختلف در این منازعه چه بوده است؟ بله، با توجه به مقدمه ای که جناب عالی فرمودید، مسئله جایگاه رسانه ها در جنگ اخیر بسیار جایگاه برجسته است. بله، کاملا داره انطباق پیدا میکنه با آنچه که افکار عمومی نامیده میشد. یعنی جایگاه افکار عمومی در این جنگ کجاست؟ هر کجا که جایگاه افکار عمومی قرار داده، جایگاه رسانه ها هم همونجاست. و این بسیار کارکرد جدی داشته، بسیار مهمه. ببینید، قبل از جنگ 1990-91 آمریکا و عراق، رسانه ها به مراتب دورتر از افکار عمومی بودند و خیلی دیر اخبار جنگ رو منعکس می کردن و خیلی فاصله داشتن با وقایع صحنه نبرد و منازعه. و در 1990-91 CNN آمد این وضعیت رو یک مقداری کانالیزه کرد، دقیقا اخبار جنگ رو منعکس کرد، ولی آنچرا که می خواست گزینش کرد، فیلتر مشخص کرد و خیلی کانالیزه شده اخباری رو به مخاطب مورد نظر رسوند. اما امروز بعد از گذشت 11 سال 12 سال از اون واقعه، یک اتفاق جدید داره میفته. اونم اینه که
رسانه ها آنن سریع از میدان نبرد میتونن اخبار رو منعکس کنن، اما این انعکاس دیگه جنبه گزینشش اختیار بر گزینش در واقع اخبار توسط کسانی که در صحنه حضور دارن نیست. این اقتدار شکسته شده و یک گام ما به جلو آمدیم. پس اون عقب بودن رسانه ها و افکار عمومی از وقایع میدان جنگ وقتی رسید در سال 90-91 به انطباق در واقع اخباری که از میدان می رسید منطبق با وقایع صحنه ولی کانالیزه شده و محدود، اما امروز این با تعدد شبکه ماهواره‌ای، با تعدد در واقع سایت های اینترنتی، با تعدد در واقع نظام رسانه‌ای مولتی مدیای در واقع موج سومی به تعبیر آقای آلوین تافلر، امروز می‌بینیم که افکار عمومی دنیا یکی از دلایل این تحرک عظیم ضد جنگش، علیه جنگی داره رخ داده و هر روز در سراسر دنیا راهپیمایی هست، یکی از دلایلش این بروز بودن و متعدد و متکثر و به قول غربی ها پلورالیستیک بودن این رسانه هایی است که میبینیم امروز اقتدار عراق و آمریکا و انگلیس رو در صحنه شکوندن و در واقع دیگه کسی کاری با رسانه های اصلی طرف های درگیر صحنه نداره. اخبار صحنه رو از رسانه های در واقع کشورهایی که دورترن به صحنه و کمتر در واقع درگیر واقع هستن. حالا من یادم هست یک کتابی در سال 1986-7 فکر کنم بود در لندن چاپ شد تحت عنوان We Make Your Mind. در این کتاب نحوه عملکرد رسانه ها و در حقیقت ایمیج میکر های جهانی در پیشبرد افکار خودشون و ساخت افکار عمومی و یک پارچه کردن اینها تشریح شده در انتخابات رونالد ریگان، در انتخابات جان میجر و بعضی موارد دیگه که دقیقاً یک فن است امروز و حالا شما شاید ازش به عنوان مهندسی افکار عمومی اسم ببرید که چگونه میشه افکار عمومی رو در کنترل گرفت. فکر میکنید در این جنگ این متدها، شیوه ها و نحوه کاملا فنی و تخصصی مهندسی افکار عمومی یا ایمیج میکینگ به کار گرفته شده؟ به صورت تخصصی و حرفه‌ای دو بخش عمده رو برمیتابه. اولا یک بخش از مهندسی افکار عمومی سلبی است، سلب میکنه بعضی گزاره ها رو، یک بخشش ایجابی است. در این دو حوزه سلبی و ایجابی سه گزینه رو در نظر دارن. برای مهندسی افکار عمومی یا بایستی تخریب کرد یا بایستی در واقع ساخت و ایجاد کرد یا منحرف نمود و انحراف ایجاد کرد. در بخش تخریب باورهای موجود رو و استنباطهای موجود رو باید تخریب کرد. در بخش دوم در واقع باوری رو به وجود آورد و ساخت. در بخش سوم در همون باورها به جای تخریبشون انحراف باید ایجاد کرد. انحراف ممکنه انحراف زمانی باشه، ممکنه ممانعت از دسترسی باشه و در واقع به نوعی محروم کردن از نظر فاز زمانی. لذا می‌بینیم که این وضعیت با این پنج گزینه، یعنی سلبی ایجابی که اون دو بخش سلبی ایجابی به شکل ساخت، به شکل تخریب باورها و به شکل در واقع انحراف ساماندهی میشه. از این جهت نظام مهندسی افکار عمومی میبینیم که رسانه‌های عراق که البته تک و چیز یک رسانه عمده شبکه ماهواره ایش و رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی که عمدتاً وابسته به جناح‌های حاکم هستند، به خصوص شبکه فاکس نیوز که مربوط به جمهوری خواهاست و روزنامه‌های مربوطه، تلاش کردن که یک جهت‌دهی بدن به افکار عمومی بدن و از این منظر کانالیزه کنن کار رو که تا این لحظه ناموفق بوده. بله، حالا همین 1991 که اشاره شد مثلا در اون زمان یک CNN بود و همه مجبور بودن فقط اون رو گوش بکنن و خبرهای بله. اون بود که جهت میداد، باور ایجاد میکرد. اما امروز تعداد CNN ها در دنیا خیلی زیاد شده، به طوری که اگر مردم آمریکا نتونن از طریق CNN جنازه سربازای خودشون رو ببینن و مطمئن بشن به سراغ شبکه الجزیره میرن یا شبکه‌های اروپایی. و امروز حتی روزنامه گاردین بله. چند روز پیش فکر کنم 4 روز پیش بود که در یک مقاله اعلام کرده بود که در آمریکا اعتماد افکار عمومی نسبت به رسانه‌های ملیشون، رسانه‌های عمومیشون کم شده به جهت نوع پوشش و عملکردشون. حالا جناب آقای دکتر عباسی، در این جنگ، در جنگ عراق که الان پیش میره، این رقابت مثلا فرض کنید بین الجزیره و CNN، بین BBC و فرض کنید العالم مثلا یا امثال اینها، این باعث شده که یه نوع تعادل هم برقرار بشه، اطلاعات مختلف برسه از جاهای مختلف، مردم بتونن این اطلاعات رو دریافت کنن، خودشون تصمیم بگیرن. شما عمل کرده رسانه ای رو در دوره جنگ الان چگونه تقسیم بندی و تحلیل میکنید؟ به دو بخش عمده تقسیم میشه. یک بخش در واقع رسانه های بیرون از صحنه منازعه، کشورهای بیرون از صحنه منازعه.
یک بخشش رسانه‌های درگیر منازعه. بله. رسانه‌های کشورهای درگیر منازعه، یعنی در واقع عراق از یک سو، آمریکا و انگلیس هم از سوی دیگه. اگر فرض خود باز آقای آلوین تافلر رو در حوزه جنگ رسانه‌ای بپذیریم، ایشون معتقده که برای ساماندهی افکار عمومی توسط رسانه‌ها در بحران‌های حاد مثل همین جنگ‌ها، ایشون در جنگ گذشته، جنگ 1990-91، اعتقادش بر اینه که ایالات متحده عناصر متخصص فن تحریفش در تحریف و انحراف افکار عمومی از یک آچار شش وجهی استفاده کردن. ده. این شش تا وجه رو امروز وقتی به عنوان شابلون قرار بدیم روی وقایع امروز و نگاه کنیم به جنبه عملکردش در مواجهه با افکار عمومی، میبینیم که کاملا این شش تا کارکرد خودشون رو و اثر بخششون از دست دادن، چه بسا وارونه شدن. اولی اینها مسئله اینه که هر کس با ما نیست بر ماست. این رو ما در جنگ عراق و آمریکای سابق دیدیم، در جنگ افغانستان هم دیدیم که هر کس شعار آقای بوشی بود، هر کس با ما نیست بر ماست. لذا یک ائتلافی صورت گرفت، هر کس در درون ائتلاف ضد تروریسم نبود پس تروریست بود. ده. اما امروز میبینیم به سادگی فرانسه در واقع آلمان، روسیه، چین و کشورهای دیگه از این ائتلاف در مواجهه با عراق فاصله گرفتن. پس اولین مؤلفه‌ای که بسیار قبلا کارآمد بود امروز اثر خودش از دست داد اینه. لذا اولین وجه آشار شش وجهی مورد نظر آقای تافلر حذف شده است. دومیش اهریمن نمایی است که دشمن رو اهریمن نمایی و در واقع شیطان قلمداد میکنن. امروز این مسئله وارونه شده، یعنی شما در راهپیمایی هایی که در افکار عمومی جهان وقتی برآورد میکنیم، راهپیمایی هایی که صورت میگیره، همه جا بیشتر شخص جورج دبلیو بوش رو با هیتلر مقایسه میکنن و تصاویرش رو ترسیم میکنن، پرچم کشورش رو آتیش میزنن، تصاویرش رو آتیش میزنن در کنار تصاویر آقای دلر. سومین گمانه در واقع بزرگنمایی اون چیزی است که داره از دست میره. خب قبلا گفته میشد، مثلا در جنگ های قبلی گفته میشد که در واقع این اومده یک کشوری رو اشغال کرده مثل کویت و در واقع داره آزادی از دست میره، در واقع قوانین مدنی، قوانین جهانی، دموکراسی جهانی داره از دست میره. اما امروز همین حربه در اختیار آمریکا و انگلیس نیست، یعنی بهانه‌ای برای اینکه بتوانن مبتنی بر اون اینجا خوب عمل کنن، مثل مسئله حمایت از تروریسم توسط صدام، مثل مسئله دیکتاتور بودنش، نکته بعدی مسئله داشتن سلاح‌های کشتار جمعیش، تمام اینها اثر بخش خودش رو از دست داده و در واقع حربه محسوب نمیشه. چهارمین گزینه در این مسیر، غیر از بحث اهریمن نمایی، غیر از بحث مواردی مثل اینکه هر کس با ما نیست بر علیه ماست، درخواست کیفر خداییه. تافلر معتقد زمانی که از CNN همه دیدن که پدر همین جورج بوش، یعنی جورج بوش پدر، درخواست کرد که خدا پشتیبان آمریکاست و یک باره به یاد همه جهانیان آمد که شعاری از در واقع استناد به خدا در روی دلارهای آمریکایی هست، یک دفعه ملت‌های مسلمان متوجه شدن که غربی‌ها کافر نیستن، غربی‌ها هم به خدا اعتقاد دارن. آقای تافلر میگه جامعه شناسای مسلمان یک بار احساس کردن که ملت‌های جهان در همراهی آمریکا علیه عراق احساس کردن بایستی به خصوص ملت‌های مسلمان آرامش داشته باشن، چون آمریکا هم با خدا هماهنگ و در واقع درخواست کیفر خدایی میکنه، دعا میکنه که خدا در واقع همراهی کنه آمریکا رو علیه دیکتاتور بغداد. اما امروز دیگه این نیست، چون اگه خاطرتون باشه همین شعاع کلمه الله اکبری که امروز در پرچم عراق هست، این در 1990-91 برای اینکه صدام خودش رو موجه کنه و به عملکرد خودش وجهه دینی ببخشه، این شعار الله اکبر رو به پرچم عراق اضافه کرد. اخیراً هم در پیام‌های تلویزیونی صحبت از امت اسلامی، صحبت از جهاد، صحبت از موارد اینچنینی می‌کنه. لذا این وجهه که قبلاً اثر بخشیش در اختیار آمریکایی‌ها بود، امروز اثر بخشیش از دست آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گرفته شده. تمام این کدها و گزاره‌ها رو وقتی کنار هم می‌چینیم، متوجه می‌شیم که در واقع این حربه‌ها حذف شده، مهم‌ترینش مسئله ضد تبلیغه. در تبلیغات قبلاً گفته می‌شد در زمان جنگ 1990-91 آمریکا اعلام میکرد که رسانه‌ها در عراق دولتی است و معلومه وقتی رسانه‌ها دولتی باشه، اخباری که از اونها بیرون میاد کاملا دروغ و جهت داره. این مسئله امروز دیگه حربه‌ای نیست، یعنی در واقع شما وقتی تردید میکنید در اینکه اون دیکتاتوره و عملکردش منفی است، پس رسانه‌هاش هم 100% دروغ میگن. لذا با یک مؤلفه بسیار قوی انحراف، بقیه مؤلفه‌ها رو که میتونه صحیح هم باشه رو خنثی میشه کرد، به این میگن ضد تبلیغ. لذا در این مرحله اعلام شد که
آقای صدام در واقع دیکتاتوره و رسانه‌هاش هم جهتدار عمل میکنن. اما این بار دیگه این نیست، این بار دیگه صدام به جای اینکه خودش فقط خودش امواج رو از طریق ارسال امواج اخبار رو برسونه، از تمام کشورهای حالا بی‌طرف یا جهتدار خواسته که خبرنگار بفرستن. اون روز فقط خبرنگار CNN بود که از بغداد مطالب رو میفرستاد، شلیک اصابت موشکای تاماهاک رو. شما امروز اگر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای تمام کشورهای عربی رو ببینید، تمام کشورهای اروپایی رو ببینید که در بغداد دوربین دارن، همه لحظاتی رو از شب بغداد به صورت زنده یا روز بغداد به صورت زنده پخش میکنن و هر کشوری استثنان توسط شبکه ماهواره‌ای کشور خودش داره میبینه که به چه شکل موشک‌ها اونجا اصابت میکنه. لذا در واقع این حرب هم که با ضد تبلیغ بتوانن اعلام کنن که اینها عمل کردشون منفی است، این حربه هم از آمریکایی‌ها گرفته شد. تمام این عوامل دست به دست هم داده و در واقع وضعیت فعلی ایجاد کرده. یعنی در واقع این موازنه رو به وجود آورده. یک نکته دیگه هم هست آقای دکتر عباسی، اون که افکار عمومی به دلیل تنوع رسانه‌ها، به دلیل تنوع مراجعی که اطلاع رسانی می‌کنن، خبر و عکس و فیلم و ویدیو و اینا منتشر می‌کنن، به شگرد‌های تبلیغاتی هم که در این زمینه بکار میره متعدد آشنا شدن و به همین جهت خیلی سریع میتونن این شگردها رو در مقابل هم قرار بدن. وقتی الجزایر با CNN رو مقایسه میکنن بلافاصله، به طوری که شما امروز اگر به سایت BBC مراجعه بکنین در اینترنت، ببینین سایت BBC الان خودش منتقد ترین رسانه از عملکرد دولت انگلیس است. خبر اظهارات آقای رابین کوک رو که نیروهای انگلیسی باید فوراً به انگلیس برگردن در صدر خبرش انعکاس میده، نارضایتی ها. بنابراین یک تحول این گونه هم داره رخ میده که شگرد ها داره عوض میشه. حالا ما آمریکا رو دیدیم، در حقیقت باید بگیم دولت آمریکا، که به شدت از عملکرد بعضی رسانه ها انتقاد کرده است. اول از الجزیره بود که چرا سربازهای آمریکایی کشتار نشون دادی، دیگر از رسانه های عربی که دارن دخالت میکنن در جنگ و امثال اینها، که این اولین باره. حالا جریان آزاد اطلاعات، free flow of information چه میشه؟ عملکرد آمریکا و انگلیس رو، واکنشاشون در قبال این عملکرد رسانه‌ای چگونه بوده؟ خب عنایت داشته باشید، یکی از دلایلی که هر ور از آمریکا گرفته، وقتی رسمی ترین شبکه حزب حاکم بر آمریکا یعنی حزب جمهوری خواه اعلام میکنه که در واقع زیرنویس میکنه که عملیات برای عراق آزاد و عملیات آزادسازی عراق، این کلمه فریدام که روی پرده تلویزیون هک میشه و مدام شما از طریق شبکه فاکس نیوز این رو میبینید، این شعار رو، اگر اون آزادی، اگر لیبرتی، اگر لیبرالیزم، اگر لیبرال دموکراسی و اگر فریدام این هست که فقط از طریق رسانه‌های آمریکا هر چه گفته میشود حق است و دیگران نباید حرف بزنن، سانسور میشه حرفاشون، اسرایی که پخش میشه تصاویرشون اسرای آمریکایی، این مخالف استانداردهای قوانین و در واقع بحث‌های ژنو هست، کنوانسیون‌های ژنو. اما اینکه آمریکایی‌ها کارهای دیگه صورت میدن، در گوانتانامو اسیرا رو با قل و زنجیر نشون میدن، اینها همه مبتنی بر موازین بین المللی است. لذا همین باعث شده که ضد تبلیغ بوده. یعنی خود آمریکایی‌ها هر قدر شعارهای این چنینی دارن میدن، این رو به صورت منفی داره علیه خودشون برمیگردونه و دیگه از طریق رسانه نمیتونن اون دیکتاتوری ویژه‌ای که در ایالات متحده هست رو در زرورق دموکراسی بپیچن، در زرورق لیبرالیسم و آزادی‌خواهی بپیچن و به افخورد افکار عمومی بدن. لذا نتیجه دست به دست هم داده و امروز یه فضایی رو در جامعه جهانی به وجود آورده که میبینیم سایت‌های متعددی رو در ایالات متحده تعطیل کردن، مثل سایت به اصطلاح یلو سایت یا سایت زردی که مقالاتی علیه وضعیت صهیونیست‌ها نوشته بود، این رو تعطیل کردن و در برای اینها اعلام شده بود در وزارت امنیت داخلی این کشور براش پرونده تشکیل دادن. این رو در سرمقاله‌های یکی از روزنامه‌های داخلی من می‌دیدم که جالب بود که برای یک سایت اینترنتی اینا در وزارت امنیت داخلیشون پرونده تشکیل میدن. و این نکته مهمی است که بدانیم امروز درگیری BBC با آقای تونی بلر و انتقاداتی که روزنامه‌های خود این کشورها دارن، حکایت از این می‌کنه که اعتماد مخاطب سلب شده، به بیرون از مرزهای آمریکا و انگلیس کشیده شده و از رسانه‌های دیگه الان افکار عمومی آمریکا داره تغذیه میشه. ما معتقد هستیم که رسانه‌ها و ارباب رسانه در دنیا وظیفه خودشون رو می‌دونن و خوب عمل می‌کنن، یعنی اونها مشکلی ندارن. مشکل اعمال قوانین و آیین‌نامه‌هایی است که در شرایط خاص بر این رسانه‌ها تحمیل میشه. از جمله ظاهراً وزارت دفاع آمریکا بیانیه‌ای مشتمل بر 50 و چند ماده
در مورد نحوه عملکرد رسانه ها به عنوان اجبار انتشار داده که مثلا چه باید بشود، چه نشود، چه منتشر شود، چه نشود، که حالا آقای دکتر عباسی ظاهرا به این موارد اشاره خواهند کرد. اما بیننده در ارتباطن، سلام عرض می کنم خدمتشون و خواهش می کنم که خودشون رو معرفی بفرمایید. سلام عرض می کنم آقای عبدالرشیدی، آقای دکتر عباسی. متشکرم. حسین هستم، از آمریکا صحبت میکنم. خیلی متشکرم. یک موضوعی هست که در آمریکا یه تئوری هست که میگن اگر دولت آمریکا بتونه افکار عمومی خودشو برنده بشه و ببره، در واقعیت این هرچی که شروع کرده برنده خواهد شد، هرچند که اگر در جنگ هم باخته باشه ولی افکار عمومی خودشو بتونه ببره اینو برده حساب میکنه. البته این حقیقت داشت تا این چند وقت گذشته، یعنی چند وقت گذشته برمیگرده به سال 91 که تمام میدیای خودشو میتونست کنترل کنه. منتها دیگه الان با این زمان که زمان اینترنت و زمان ساتلایت، من میشونم اینجا و از کشور خودم مثلا مستقیما میتونم یه برنامه‌ای رو ببینم که البته اینا نمیتونن دیگه اینو سانسور کنن، که فکر میکنم الان دچار یه مشکلی شده که حتی بی بی سی اومد و معذرت خواهی کرد و گفت که این ما 9 بار اشتباه گفتیم به مردم و دیگه ما با سی ان ان و فاکس این رابطه ها رو نخواهیم داشت که باعث آبروریزی ما بشه. من فقط از نظر شما رو میخوام که آیا این درسته که آمریکا داره میبازه از نظر وضع اخبار و میدیای امروز. خیلی خیلی متشکرم، خدا حافظی. خیلی متشکرم. من این اشاره رو به بینندگان بدم که اشاره بیننده عزیز ما آقای حسین به اون 9 بار اشتباه بی بی سی، اشاره به 9 بار یا 9 بار اشاره به اشغال ام القصر بود که هر 9 بار اشتباه درآمد. خب بی بی سی رسانه با تجربه تری است، میداند بالاخره جهان عوض شده، همین که شما گفتید اونقدر تنوع وجود داره دیگه اعمال سانسور در اون شرایط نمیتونه کارساز باشه و دقیقاً درست میگید جناب آقای دکتر عباسی. فکر میتونید اصولا رسانه ها همه نهایتاً به سمت عذرخواهی و شفافیت پیش برن یه روز؟ نه، من تشکر میکنم از حسن نظر این هموطنمون. نکته مهم اینه که بیشتر گله و شکایت افکار عمومی از عدم انطباق رسانه با قوانین. ببینید وقتی ما صحبت از رسانه در کشوری مثل ایران میکنیم، ایران ادعا نداره که آزادی بی حد و حصر بیان در اینجا وجود داره. آزادی بیان که میگیم، ببینید ممکنه من آزاد باشم در یک فیلم سینمایی که میسازم شنیع ترین فحش ها رو بدم. شما در فیلمایی که هالیوود میسازه ببینید، این در ایران محدودیت داره، یعنی یک کارگردان در ایران نمیتونه فیلمی بسازه که شنیع ترین و نامناسب ترین حرفا و الفاظ رکیک رو بزنه. درسته که ممکنه گفته بشه این آزادی بیان اینجا مخدوش شده، ولی این در واقع با روحیه و خلقیات دینی و اساسی این جامعه مغایرت و حرمت‌های فرهنگی، حرمت‌های فرهنگی و تاریخی. لذا ببینید اینجا هیچ وقت مثلا در کشوری مثل ایران ادعا نکرده که آقا ما بی حد و حصر آزادیم. اینجا هیچ کس ادعا نکرده که میشود مثلا مجله های در واقع سکس تولید کرد و در تیراژ های میلیونی منتشر کرد. آیا آزادی بیان نیست؟ آزادی اندیشه نیست؟ کسی که در واقع اندیشه در واقع فساد رو بتونه ترویج کنین، اصلا اینجا آزادی نداره، این که اصلا آزادی محسوب نمیشه. لذا ممکنه ایران متهم بشه به نقض آزادی های مطبوعاتی. اگر آزادی مطبوعاتی اینه که در واقع فرض کنید هر حرفی زده بشه در رسانه ها، هر حرفی زده بشه، هر مطلبی، هر عملی، خصوصی ترین روابط افراد به تصویر کشیده بشه و در من... خب ببینید این نیست، چون با این محدوده رو شرع معین کرده که نباید باشه. این وقت کسی پس توقع نداره از جمهوری اسلامی که مثلا بگه آقا من همه چیزم رو در واقع به صورت علنی و آشکار ارائه میکنم. اما جامعه ای که ادعای تفکر لیبرالی داره، جامعه ای که معتقد در واقع بایستی همه چیز آزاد باشه، این مغایرت بین گفتار و شعار در دکترین های لیبرال دموکراسی و آنچه که در عمل در رسانه های آمریکا و انگلیس در چند وقت گذشته دیده شد، این شکست رو برای لیبرال دموکراسی به ارمغان آورده که این در واقع دروغه. اگر آمریکا هم میگفت آقا قوانین ما اجازه نمیده، ما هم یه خط قرمزهای مشخصی از نظر سیاسی، فرهنگی، حقوقی، قضایی و و و داریم و نظر به این خط قرمزهای ارزشیمون، نباید مثلا بعضی موارد منعکس کنیم. افکار عمومی نگران نمیشد، افکار عمومی جوامع غربی و جوامع غیر غربی از این گله‌منده که آمریکا ادعای آزادی بی حد و حصر داره، ادعای در واقع دموکراسی و لیبرال دموکراسی داره. لذا همطوری که جناب آقای عبدالرشیدی فرمودن،
بی بی سی با تجربه سنگینی که داره احساس کرد اگر میخواد اعتماد مخاطب رو از دست نده بایستی عذرخواهی کنه. قطعا رسانه‌های دیگه هم اگه میخوان اعتماد مخاطب رو به دست بیارن معنی نداره. یک روز میگن ما در 60 کیلومتری بغدادیم، روز بعد میگن در 94 کیلومتری بغدادیم، روز بعد میگن ما در 100 کیلومتری بغدادیم. اولا این گونه طرح عملیاتی دادن و هی ما بگیم آقا ما در 60 کیلومتری 70 کیلومتری، خب ایران هم از جبهه سومارش و از جبهه عین خوش در 80 85 کیلومتری 90 کیلومتری بغداد بود. 8 سال ما در 80 آره، کیلومتری بغداد، چون مرز ما در 80 کیلومتری بغداده بله. اما ایران عملیات اصلیش رو میگذاشت در جایی که 180 کیلومتر با در واقع بغداد فاصله داشت. لذا این که مدام بیان با افکار عمومی انگلیس، آمریکا و سایر کشورها بازی کنن میگن آقا ما ببینید رسیدیم 90 کیلومتری، از کجا تا 90 کیلومتری آمدیم؟ حالا یه بحث دیگه هم هست که ما freedom of expression، آزادی بیان به معنای بیان نظر، اظهار نظر داریم، نگفتن مطلبی که با بله. واقعیت تطبیق نمیکنه، اونم تو شرایطی که ما بگیم فاو گرفتیم، ام القصر گرفتیم، بعد معلوم بشه که نگیم، معلوم بشه اصلا به نزدیکیش هم نرسیدیم. به هر حال این افکار عمومی هستن که باید رسانه ها رو مخاطب قرار بدن، اعتماد تحت نظر بیان، اعتراض کنن خیلی جدی. بیننده دیگری در ارتباطن که خدمتشون سلام میکنم، خوشحال میشم صداتونو بشنوم. سلام علیکم. متشکرم. الو سلام علیکم. سلام از ماست، بفرمایید، خواهش میکنم. حال شما خوبه؟ خواستم خدمت شما جناب آقای عبدالرشیدی و جناب آقای دکتر عباسی سلام عرض کنم. خیلی متشکرم از برنامه بسیار بسیار عالی شما. انشالله که خداوند به شما عمر بده و بتونیم که ما همیشه از وجود شما فیض ببریم. با یارآور بودن این که امشب شب هفته آقای جناب دکتر نوربخش هست، تسلیت میگم به خانواده عزیز ایشون و تمام دوستان و عزیزانی که با ایشون کار میکردن. وقتتون رو نمیگیرم. خواستم به من یادم میاد تقریبا چند روزی بود بعد از 11 سپتامبر که آقای بوش با سران رسانه ها ملاقات کرد و با اسم پیتریوتیزم شروع کرد به یک حالت سانسور بی سابقه که در امریکا تقریبا ما امروز هر روز میتونیم در NPR یا CSPAN موقعی که به رادیوهای مختلفی که به اصطلاح پابلیک هستن گوش میکنیم میبینیم که مردم خودشون این رو به اصطلاح متوجه شدن و هر روز در این گله میکنن. من خواستم از شما بپرسم ببینم چطور شد که در این مسئله بوش تونست با این مامورین و مسئولین رسانه ها به اصطلاح بتونه اونها رو به سمت پالیسی خودش بکشونه تا بتونه این برنامه به اصطلاح کنترل رسانه ها رو به شکل بده. چطور شد که تونست اینها رو بکشونه؟ خیلی متشکرم میشم از شما. خیلی مشکل جناب آقای افشین. البته من این عرض بکنم که این نحوه عملکرد تازگی نداره. زمانی که مثلا 1980 زمانی که آمریکا هواپیماهای ایواکس خودش رو تحویل عربستان داد، اطلاعات موجوده کاملا هم مستند که از رسانه‌ها خواستن به اجبار که این اطلاعات نظامی است، اطلاعات محرمانه است، چه مثلا واشنگتن پست 10 روز این خبر رو منتشر نکرد. در خیلی زمینه‌ها مجبورن این کارو انجام بدن. این موارد بوده که از قانون، از حالا مواردی مثل امنیت ملی، نمیدونم فشارهای حقوقی، اینها هم استفاده کنن. شما فکر میکنین چگونه و از چه اهرمی برای متقاعد کردن مسئولین رسانه ها استفاده میشه؟ همین دیدگاهی که هموطنمون داشتن به همین نسبت عنایت داشته باشید. در دهه 50 میلادی بعد از جنگ جهانی دوم در ایالات متحده دوران مکارتی فضایی رو در مواجهه با آنچه که کمونیسم در آمریکا نامیده میشد به وجود آورد که یک تسلب سیاسی بود. ما در سیاست داخلی در مباحث سیاسی مفهومی داریم به نام دوران قبض و بست. دوران قبض و بست یک ادواری در سیاست هر کشوری به وجود میاد که سیاست مدارانش جامعه رو میبندن، یعنی منبسط میکنن، منقبض میکنن و یک شرایطی باز میاد که فضا رو باز میکنم. ببینید من همچنان روی این فرض قدیمی خودم هستم که واقعی 11 سپتامبر رو خود دولت آمریکا به وجود آورد. از این فرض وقتی شروع کنیم بیایم جلو، مشخص میشه که درست در زمانی که کشورها دنبال این هستن که سیاست بدون مرز، اقتصاد بدون مرز، فرهنگ بدون مرز و امنیت بدون مرز رو رقم بزنن، معنای این چیست که کشوری مثل ایالات متحده که دو اقیانوس
اون رو از بقیه حوزه ها جدا میکنه و کشور شمالیش یعنی کانادا و مکزیک در جنوبش کشورهایی نیستن که تهدیدی براش باشن، ایالات متحده وزارت امنیت داخلی را میندازه. ایجاد وزارت امنیت داخلی یعنی انقباض و در واقع بستن فضای امنیتی داخل جامعه. کنترل های شدید پلیسی در جامعه ایجاد کردن، کنترل های اطلاعاتی ایجاد کردن، در واقع نظارت رو بر زندگی خصوصی افراد بیشتر کردن، بر مهاجرین و کسانی که در واقع ملیت آمریکایی ندارن بیشتر کنترل اعمال کردن. این فضا در واقع از بعد از 11 سپتامبر به وجود آمد، چون می‌خواستن در جهان یک حرکت گسترده انجام بدن برای اینکه انعکاس و رفلکسش رو در درون خاک آمریکا کمتر ببینن و کمتر با معضلات مواجه بشن، معضلاتی که اسمش رو می‌گذارن مواجهه با تروریسم. و چون برجد آمریکا یک ملت نیست، مجموعه از کشورهای مختلفه، یعنی فرضاً از عراقی‌ها اونجا هست، از عربستانی‌ها هست، از افغانی‌ها هست، از ایرلندی‌ها هست، از اکوادوری‌ها هست، برای اینکه بتوانن این رو یک جهتی بهش بدن و وقتی در این کشورها عمل میکنن اونجا مواجه با تهدیداتی نباشن، فضا رو بستن. از سوی دیگه هم شما نکته بسیار مهم بحث وجود 400 گروه راست افراطی رو در درون خاک آمریکا فراموش نکنید. باز لازم بود به خاطر حرکت‌های بسیار خشن اونها فضای درون آمریکا رو ببندن. یکی از ابزار بستن این فضا در قبض و بست و در مواجهه با اینکه اقداماتی رو در خارج از مرزها انجام میدن، مواجهه با سوال و جواب‌های خاصی نشن، مسئله کنترل رسانه است. لذا تمام این اقدامات رو که مرحله قبض و بست نامیده میشه در سیاست داخلی، این رو در این زمینه شما ارزیابی کنید. ولی به هر حال باید نتیجه نهایی این عملکرد رو دید. من فکر کنم افکار عمومی باید از رسانه ها رو بازخواست کنن که چرا چنین عملکردی در بعضی موارد داشتن، ضمن اینکه به هر حال باید احترام هم به رسانه ها داشت. سلام عرض می‌کنم خدمت بیننده عزیز دیگر که در ارتباطه. سلام دارم و خواستم یه سوالی از خدمت. خیلی با تشکر از برنامه خوبتون همچین از آقای دکتر و جنابالی که میخواستم ببینم این کنترل خبرهایی که مربوط به اسرائیل هست و صهیونیست‌ها در دنیا هست، آیا اینا چه دوستی مصرف میکنن که تمام اتراسیتیشون رو پنهان میکنن، تمام مالکیت های دنیایی که دارن پنهان میکنن؟ و من در نیویورک زندگی میکردم، مثلا یک فاحشه خونه بود که مال یکی از این خاخام های کلینیا بود. اینو فقط یک دفعه در تلویزیون NBC گفتن، ولی اگر یک کشیش امریکایی اینو داشته باشه در اصل 2 ماه بیشتر در تلویزیون ها فن. البته در امریکا با مالکیت های رسانه های عمومی و مالکیت های روزنامه ها و اینطوری کنترل میکنم و نمیدونم این هم چطور این همه کارهایی که در سطح دنیا میکنم، آیا همین تکنیک در اونجا کنترل میشه یا اینکه جناب آقای علی خیلی متشکر، خیلی ممنون که بیننده برنامه ما هستید. من فکر میکنم که یکی از علل این است که ایجاد رفتار و عادت کردن. ببینید همین دیروز یک مدرسه دخترانه، دبستان دخترانه در اسرائیل، بچه های انقدی ریختن بیرون شعار میدادن مثلا علیه جنگ، حمله کردن نیروهای اسرائیلی در اونجا، این بچه های معصوم 7-8-9 ساله رو به خون کشیده بودن. چه تصاویر تکان دهنده وحشتناکی. من از شما میپرسم که چقدر شما این تصاویر رو در امریکا در رسانه ها دیدید که با این بچه های معصوم، دخترهای 7-8 ساله چه کردن ارتش اسرائیل؟ آقای دکتر، حالا ایشون که گفتن نحوه کنترل صهیونیست ها بر رسانه ها از چه طریق است؟ همونطوری که شما اشاره فرمودید، اینا تو صحنه به صورت علنی پیدا نمیشن. عملیات تبلیغاتی و روانی و رسانه‌ای سفید، خاکستری و سیاه هست. عملیات سفید منبع روشن شفاف تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی، مطلبی هم که گفته میشه از اون منشأش اون هم مشخصه. فرض کنید عباسی مبتنی بر کتاب آقای کیک میگه آقای فلانی این حرفو تو فلان کتاب، شما میبینید از کدوم رسانه شنیدید؟ از تلویزیون جمهوری اسلامی. از در واقع چی منبعش چی بوده، اصل اون مطلب، این میشه سفید. عملیات که همه چیزش آشکاره، اما عملیات روانیه در واقع خاکستری یکی از این دوتا در واقع مخشوشه. شما میشنوید که میگن به گفته آگاهان سیاسی، حالا این رسانه BBC است، رسانه مثلا فرض کنید ZDF یورو نیوزه، ولی وقتی میگه به گفته آگاهان سیاسی، اون آگاهان برای شما مخشوشه، معلوم نیست اون آگاهان کیان. اینجور عملیات روانی اجرا کردن، عملیات تبلیغاتی و رسانه اجرا کردن، بهش میگن عملیات روانی خاکستری.
در واقع عملکرد یهودی ها به طور عام، البته یهودی ها چون بخش قابل توجهشون با تفکر صهیونیسم مخالفن و صهیونیست ها به طور اخص عمدتا از این شیوه استفاده میکنن که خاکستری رفتارشون در اقتصاد خاکستریه، در سیاست خاکستریه، در کارهای فرهنگی خاکستریه. برای اینکه بتونن این رو مهار کنن، خب تسلطی که اینها در به خصوص حالا بزرگترین شهر یهودی نشین دنیا یعنی نیویورک، خب اونجا شما خودتون حضور از نزدیک حضور داشتید، بهتر این رو لمس کردید. رسانه‌های عمده آمریکایی که عمدتاً و در جهان عمدتاً رسانه‌ها در اختیار شبکه رسانه‌ای صهیونیسم جهانی است. در حوزه اقتصاد هم که تسلط اینها بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول غیر قابل در واقع رد کردنه، لذا اینها تا میتونن از نظر منابع اقتصادی و منابع رسانه‌ای پشت صحنه قایم میشن به صورت خاکستری و عملکردی که شما توسط دیگران میبینید به نوعی در واقع اینها پشت اون مسئله هستن. لذا برای کنترل اخباری هم که در اونجا میاد، البته اخیراً دیگه علنی کردن، شما اگر به آخرین ویدیو کلیپی که از مدونا ساخته شده نگاه کنید میبینید که مدونا روی بازوی خودش به زبان عبری در حمایت از اسرائیل شعاری رو داره و وقتی از روی اون صندلی در واقع اعدام بلند میشه در ویدیو کلیپ خودش مدونا، شما به جای مدونا میبینید اون کلمه عبری از در حمایت از اسرائیلی ها حک میشه و این نشون میده که دیگه حتی اون رو هم کنار گذاشتن و ظهور و بروز هنرمندان اینها در حد و قواره مدونا هم در حمایت از تفکر صهیونیستی یک مقداری داره صورت علنی به خودش میگیره. حالا یکی دو تا شیوه دیگه هم هست، از جمله انتشار اطلاع غلط، استفاده انحراف از منابع انحراف، لیک کردن، دادن اطلاعاتی رو مثلا به این که من دارم به شما میدم محرمانه است و انتشار مطالب در رسانه‌های خیلی ناچیز کوچیک در یه جای پرتی در دنیا، مثلا در تانزانیا، در چکسلواکی و بعد نقل از اون به عنوان یک فکت. اینا شیوه هاست. حالا خاکستری، یه وقتی که بله اینا خاکستری است که بعدا عرض میکنم خدمتتون در یه برنامه دیگه. دکتر عباسی میفرمایید. بیننده دیگری در ارتباطن که باز خدمتشون سلام میکنم و خوشحال میشم صداتون رو بشنوم. سلام علیکم، حال شما خوب؟ متشکرم. آقای دکتر، خیلی ممنون. خوب هستید. اصلا که من میخواستم از اول اینکه این چیزو من دیدم، این مدرسه‌ای که اسرائیلی حمله کردن خیلی فیلم اسفناکی بود، تکان دهنده بود. واقعا این بچه‌های بی‌زبون و بی‌رحمانه واقعا تکون میده این فیلم. امروز دیدم من. و میخواستم بگم که از که اینا من فکر کنم برنامه دارن این امریکایی ها در حقیقت دراز مدت بمونن تو منطقه و این همین شاه دوست ها اینا رو بچشونن دوره تو ایران و باید ایران خیلی خلاصه حواسش جمع باشه. من خودم چطور بودم، چطور آزاد سازی خورمشهر بودم، توی حمله فتح المبین بودم و خیلی پیشبینی هم درست درمده و رو افکار خودم چطور پیشبینی میکنم. اینا در حقیقت فکر کنم نقشه اصلیشون همینه. با این ایشون نیستین اینجا ببینین این تلویزیون های مثلا این تلویزیون های طرفدار شاه اینا چه مزخرف هایی میگن و فلان اینا مطمئن اینا به اصطلاح دارن دنبال رد گم میکنن، دارن دنبال دعوا سر لاف ملاس به اصطلاح به قول ما اسپانیا بزنین. اینه که به نظر من اولا که مملکت ما مملکت امام زمونه و اون کسی دیگه هست نگهدارشه. فقط خواستم بگم که نظر آقای دکتر اگر که امام خمینی بودن امروز بر حیات بودن دنبال مثلا در این حال نمیدن که مثلا چه اساسی بکنن برای ایران که مثلا که در همون اون جنگ اصلی که ما میخواستیم با امریکا بکنیم و این رابطه که داشت میخواه میدونستیم که امریکا های شیطانه بزرگ میدونیم ایشون خطا کردن. بله ما الان وضعیت اون چجوری باید اونجوری فکر کنیم الان و حواسمون جمع باشه اونجوری فکر کنیم چون دشمن پشت درهای ما. جناب آقای ممنون، خیلی متشکر.